شدت جنایت به حدی بود که خیلی از نمایندگان خمینی بعد از شروع کشتار دچار ابهام شدند و نامه‌های مختلفی از خمینی خواستند که روشن کنه بالاخره منظور کدوم دست از زندانیانند. خمینی نوشت در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله، اینجا منظورش مرحله قضایی به اصطلاح هستش، مرحله پرونده از بازجویی و دادگاه و اینا، در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. رحم بر محاربین ساده اندیشید. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند، سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. از بند ما، بند چهار بالا در اوین که تعدادمون 150 نفر بود، در پایان قتل عام 143 نفر رو دار زدن و فقط 7 نفر باقی موندیم. این آمار دقیقی بود که فقط از یک بند، بند چهار بالا، حداقل من دارم. بند 7 ابدی ها 150 نفر، حدودا کمتر از 10 نفر بودیم که اعدام نشدن، بقیه بچه ها همه اعدام شدن. حتی منتظری جانشین خمینی در روز نهم مرداد در همان اوایل قتل عام ها به اعدام هزاران بیگناه در زندان اعتراض کرد.